نیمه دوم دیدار تیم‌های شهروند ساری و فرشارهای مشهد از هفته 22 رقابت‌های لیگ برتر فوتسال باشگاه کشور در خدمت شما هستیم، در حالی که نیمه اول با تساوی 3-3 برای دو تیم به پایان رسید. حالا در نیمه دوم باید ببینیم با توجه به صحبت‌هایی که مربیان انجام دادن دو تیم چه روندی رو طی خواهند کرد. فرشارها با رحیمی، سروری، بهادری، اسعدی و سارانی به زمین بازی اومده. در نقطه مقابل شهروند با سید جواد منتظر، تاها مرتضوی، محمد رضا کردمشهدی، محمد طاهری و مرتضی عزیمایی به زمین بازی اومده. باید ببینیم حالا تفکرات آقای مرتضایی و آقای رعدی چقدر میتونه روی روند تاکتیکیه تیمشون و بازی که بازیکنان انجام خواهند داد تاثیرگذار خواهد بود و برتری از آن کدام تیم خواهد شد. یه حرکت خوب از سید جواد منتظر که توپ رو در اختیار میگیره، حالا برای عزیمایی یه توپ رو بایی رو انجام میده با حرکت خوب سروری، بهادری صاحب توپ هست. سعید سروری، باز هم بهادری، اسعدی مجددا تو عرض برای سروری، بهادری روی پای چپش هست، یک ضربه سنگین که به کنار دروازه میزنه. ملی پوش مشهدی تیم فرشارا، اسعدی توپ رو بایی، یک ضربه خطرناک و باز هم سید جواد منتظر توپ رو در اختیار میگیره و باز هم یه مقدار احساس ناراحتی میکنه از پای چپش. خب مداوایی انجام میشه. این لحظه بود که توپ رو در اختیار گرفت و یه مقدار از ناحیه پا دوچار مشکل شد. آقای رعدی هم اونجا صحبت میکنه با داور این دیدار. بخشی از کنار خط طولی باید کار رو آغاز کنن بازیکنان فرشاره که با یک حرکت جوانمردانه توپ رو به سود شهروندی ها به بیرون میزنن. تاها مرتضوی، محمد رضا کرد، سارانی، یک ضربه با روی پا که بی حاصل هست. باز هم منتظر برای عزیمایی، دخالت سروری است که توپ رو با ضربه سر به کورنر میفرسه. بازیکنان شهروند باید ضربه کورنر رو بزنن. در همون ابتدای کار در نیمه اول فرش آرا دو گل رو به ثمر رسوند و دو بر سه پیش افتاد، اما بلافاصله با ضربه عزیمایی و دخالت سارانی یه گل به خودی دریافت کردن فرشارایی ها. در ادامه هم موفق شدن توسط ابراهیمی به گل تساوی برسن و نهایتا محمد رضا کرد گل سوم رو زد. اما در واپسین لحظات نیمه اول با خطای پنالتی دومی که به سود فرشار شکل گرفت این تیم توسط شریف زاده به گل تساوی رسید. عزیمایی، بهادری، محمد رضا کرد، یک ضربه خطرناک با پای چپ و حرکت زیبای رحیمی که توپ رو به بیرون میفرسته. یه مقدارم از ناحیه کمر احساس ناراحتی میکنه. توپی که به خوبی سوار شد روی پای کرد و حرکت زیبای علی رحیمی، سنگربان دلیجانی تیم فرشارا رو هم به همراه داشت. در بین دو نیمه هم مراسم تجلیل از پیشکسوتان فوتبال ساری توسط مدیریت باشگاه شهروند و همچنین مجموعه مدیریتی دنیای آرزو انجام شد. کاری بسیار پسندیده که در طول بازی های شهروند انجام میشه توسط مدیریت باشگاه شهروند. از بزرگان داوری شهرستان ساری همچون آقای محمد حسین زاده، آقای سفیدرو، آقای فلاحتی، آقای جعفری، آقای حسنزاده، آقای مهدویی، پیشکسوتان همچون آقای مهمانچی و خیلی دیگر از بزرگان
که امروز جای آقای دلخوا هم خالی بود. آقای حسین هاشمی‌پور هم حضور داشت. آقای دلخوا به دلیل فوت همشیره گرامیشون که بهشون تسلیت میگیم امروز حضور نداشتن در این مراسم، اما برشه کار پسندیده بود که توسط باشگاه شهروند انجام شد. عزیمایی محمد رضا کرد صاحب توپ هست، ضربه اوت برای تیم فرشارا، بهادری، سعید سروری، رحمان سارانی تو عرض حرکت میکنه برای بهادری، جابجایی که انجام میدن. یه بار دیگه سارانی صاحب توپ میشه، در مقابلش تاها مرتضوی هست، حالا سعید سروری، جابجایی که شکل میدن، اسعدی به عقب برای سارانی، سروری، یک بار دیگه دخالت تاها مرتضوی که اجازه نمیده توپ به علی اسعدی برسه. دخالت علی ابراهیمی، توپ ربایی، طاهری، یه فرصت، حالا ابراهیمی، یک ضربه و توپی که در اختیار رحیمی قرار میگیره. رحیمی به دنبال یک بازیکن هست، پرتاب بلند، دخالت طه مرتضوی، عزیمایی، علی ابراهیمی، یه فرصت، طه، محمد طاهری، باز هم ابراهیمی، حالا یه حرکت تکنیکی، فرصت و ضربه تمام کننده. قدرت بهادری که بازیکن با تجربه هست و از این فرصت ها نهایت استفاده رو میکنه. یک لحظه توپ ربایی کرد از ابراهیمی و نهایتا در پی حرکت خودش، نگاه کنید اینجا جا گذاشتی بازیکن رو، حرکتش ادامه پیدا کرد و در پی خروج منتظر ضربش رو زد و نهایتا گل چهارم به ثمر رسید. 4-3 برای تیم فرشارا. دومین گلی بود که قدرت بهادری به ثمر رسید. اعتراضی که عزیمایی انجام میده یک کارت زرد رو برای این بازیکن به همراه داره. معتقد بود که خطا رو مرتکب شدن بازیکنان فرشارا. صحبت میکنه سعید سروری و بهادری اونجا با عزیمایی. برشک دومین اخطاری است که برای شهروندی ها منظور میشه. کیایی هم یک بار در نیمه اول کارت زرد رو به دلیل خطایی که مرتکب شده بود دریافت کرد. محمد طاهری، یه فرصت و گل، طه مرتضوی، کاری که به مراتب در بازی های شهروند در این فصل دیده شده، یعنی استفاده از ضربات ایستگاهی، و طه مرتضوی هم بالاخره پاش به گلزنی باز میشه، 18مین گل خودش رو در این فصل به ثمر میرسونه. طه مرتضوی 4-4. سروری، بهادری، باز هم سروری برای رحمان سارانی، صاحب توپ هست مجددا برای سعید سروری. چندین بار توپ رو رد و بدل میکنه با کارهای ترکیبی و نزدیک شدن. یه دخالت طه، فرصت هست، حالا عزیمایی، یه فرصت و گل، گل پنجم برای شهروند روی کار زیبای طه مرتضوی و مرتضی عزیمایی، و نهایتا این همکاری دو نفره منجر میشه به گل پنجم. 5-4 و 19مین گلی که طه در این فصل به ثمر میشه. نگاه کنید حرکت خوبه عزیمایی در پی اینکه مجددا طه رو در یک فضای مناسب صاحب توپ کرد. آقای کلانتری، مطلبی که نیمه اول عرض کردیم خدمت شما بینندگان، پوشش میانه زمین که اگر این ضد حمله از جای شکل گرفت که آقای مرتضوی رفت به داخل و فضای داخل رو بس، بازیکن پشتی فضای بیرون رو نگه دار، و این زمین هم که اگر شما در زمان حمله توپ رو لو بدید مطمئنا به واسطه جریمه خواهی شد. خب 12 هادی احمدی هم به بازی اومده برای تیم فرشارا به جای اسعدی. حساب کار حالا 5-4 میشه در فاصله 15 دقیقه و 25 ثانیه. محمد طاهری ضربه اوت رو خواهد زد. طه، عزیمایی، ارسال به بیرون که بازیکن حضور نداره. سعید سروری، رحمان سارانی در مقابلش ابراهیمی است، مجبور میشه بیاد به عقب. حالا احمدی، دخالت ابراهیمی، حالا عزیمایی هم اثر میذاره و یک ضربه اوت برای تیم فرشارا به دست میاد.
رحمان سارانی تاری در مقابلش هست، تو عرض حرکت میکنه، باز هم قدرت بهادوری بازیکنی که برمان پخش کننده سعی میکنه طراحی حمله رو برنامه ریزی کنه. سروری، بهادوری، سارانی، بهادوری، احمدی، جا به جایی هایی که به خوبی و به سرعت شکل میدن فرشارایی ها. که میگه در سال 74 تأسیس شد و در فصل 89 به عنوان صدرنشین رقابت های لیگ از اول در مرحله پلی آف حضور پیدا کرد، اما مغلوب شهرداری صاحبه شد و از صعود به لیگ برتر باز موند و در فصل اواسط فصل 90 با خریدن امتیاز علم ادب مشهد موفق شد به عرصه رقابت های لیگ برتر پا بذاره. جواد منتظر، عزیمایی، علی ابراهیمی، تاها مرتضوی، خب رحمان سارانی میاد روی پاش و مجبور میشه ضربه‌شو به بیرون بفرسته. سریعا بازیکنان فرشارا کار رو آغاز میکنن. رحمان سارانی، بهادوری، باز هم سارانی که به توپ نمیرسه، یه مقدار سرعت توپ زیاد بود. تاها مرتضوی، محمد طاهری، رحیمی، سعید سروری، یه توپ ربایی، تاها، فرصت به گل، یک گل زیبا از تاها مرتضوی، هتریک میکنه با این ضربه که میزنه. باز هم توپ ربایی از تاها مرتضوی، بازیکنی که به تیم ملی کشورمون هم دعوت شده. تاها مرتضوی که به خوبی از این فرصت استفاده میکنه. نگاه کنید، یه توپ ربایی رو اشتباه بازیکنان فرشارا و ضربه تمام کننده پای چپ و فنی او که برای ششمین بار دروازه تیم فرشارا رو باز میکنه، حساب کار 6-4 میشه. برخلاف نیمه اول فرشارا خوب شروع کرد، ولی اون اشتباهات رو دیگه تیم ساری انجام نداد. در جایگیری، در واگذاری ها اون اشتباهات کمتر شد، منهای اون یک اشتباهی که علی ابراهیمی انجام داد و قدرت بهادری به گل تبدیلش کرد، کمتر اشتباه کرد. در کار دفاعی نبوده، اون در زمان حمله بوده و لو دادن تو بوده. الان تیم شهروند ساری یه مقدار بالاتر دفاع میکنه و این امکان شوتزنی رو از تیم حریف میگیره. حداقل یه فاکتور تیم مشهد از کار میفته وقتی شما از بالا دفاع میکنی، میمونه پوشش های پشت که اگر یه صحنه مرتضی عزیمایی چپ بازی میکرد و بلافاصله وقتی توپ لو رفت تای تیم، این پوشش وقتی در این سیستم دفاعی رعایت بشه اون فضا هم پوشیده میشه. روند بازی به این صورت است که تیم ساری تونسته مهار کنه جا به جا، دیگه بیمه آبا حرکت نمی کنه و میذاره که تیم مشهدی بچرخه، چرخشاش رو انجام بده و تیم مدام جلوش باشه. خب دو تیم به زمین بازی بر میگردن تا کار رو پی بگیرن. حساب کار 6-4 هست. با این سه گلی که تاها مرتضوی به ثمر رسوند در جدول گلزنان 20 گله میشه. بازیکن چپ پا، خوش تکنیک و مؤثر شهروندی ها، یعنی تاها مرتضوی. توپ در اختیار دوازده هادی احمدی است، یه دخالت از ابراهیمی اجازه کارو نمیده. حالا عزیمایی که نقش بسیار تعیین کننده ای رو داشته در روند بازی تیم شهروند، یه حرکت خوب از تاها، باز هم مرتضی کاپیتان با تجربه شهروندی ها و اشاره میشه که توپش از خط طولی رد شده و ضربه اوت رو باید فرشارایی ها بزنن. سعید سروری، بهادوری، احمدی در مقابلش علی ابراهیمی است، به عقب، باز هم برای بهادوری، رحمان سارانی، بهادوری،
یک بار دیگه احمدی، سارانی به عقب، خیلی خوب بازیکنان شهروند میان نزدیک میشن و فضا رو هم محدود میکنن. هادی احمدی خب توپ رو از دست میده، ضربه اوت برای تیم میزبان به دست میاد. محمد طاهری یادآور میخواد تا فاصله رو رعایت کنه تیم مقابل. تاها یک ضربه با پای چپ که ضربش با اختلاف به بیرون میره. رحیمی، هادی احمدی، رحمان سارانی، حسن دوستم به بازی اومد. خب حاصلی نداره حرکت احمدی و تو به حسن دوست نمیرسه. از کنار خط طولی باید شهروند توسط تاها مرتضوی آغازگر بازی باشه. یک ارسال بلند دخالت میکنه حسن دوست با ضربه سر، جواد منتظر دروازه خارج میشه اما مشایعت کرد تا توپ به بیرون بره. ضربه اوت برای تیم شهروند. تاها مرتضوی برای ابراهیمی، درگیر است با هادی احمدی، دخالت احمدی یک ضربه اوت رو داره برای شهروندی ها. تاها مرتضوی اشاره میکنه که بازیکنان جایگیری مناسبی رو انجام بدن. حالا یک ارسال عزیمایی فرصت داره به عقب برای جواد منتظر. یک ارسال بلند و ضربه ای که در بین راه حسن دوست میزنه و دخالت میکنه تا توپ به ابراهیمی نرسه. طاهری کاپیتان ارزشمند تیم ملی فوتسال کشورمون برای مرتضی عزیمایی در یک فضای مناسب، ضربه روی پاش جفت جور نشد. مرتضی عزیمایی، حسن دوست، احمدی ارتباط تا قطع میکنه. عزیمایی به خوبی بازی رو کنترل میکنن شهروندی ها. حالا باز هم تاها درگیر است با چهار، محسن زارعی یک ارسال به بیرون اما قبل از اون توپ خط ارزی رو رد کرده بود و به درستی هم داور اعلام ضربه اوت میکنه. یه مقدار احساس ناراحتی میکنه از ناحیه پای چپ. تاها مرتضوی بازیکنی که تا اینجا کار هتریک کرده و سه گل رو برای شهروندی ها به ثمر رسونده. نگه داشت با این سن و سال هاکی از اونه که سرمایه‌گذاری به خوبی این نکته رو میدونه. وجود یک رأس حرفه‌ای در این بازی میتونه این فشار رو از تیم ساری بگیره. خب به نظر میسه تاها باید برای مداوا به بیرون از زمین بیاد. خب مسعود سعادتی دیگر بازیکن مشهدی تیم شهروند به بازی میاد. رحمان سارانی یک ضربه رو میزنه با پای چپ. سعادتی که در همین فرشارا در فصل 93 و فصل 94 بازی میکرد و در نیم فصل هم در طرح توسعه الوند قزوین بود که حالا به شهروندی ها اضافه شد. یه خطا رو مرتکب میشن بازیکنان فرشارا روی مرتضی عزیمایی در یک فاصله مناسب به سمت دروازه. این ضربه خطا به دست اومده. بازیکن چپایی مثل تاها از این ضربات به خوبی استفاده میکنه. مرتضی عزیمایی هم حضور داره. طاهری و سعادتی هم اونجا هستن. حالا روی پای چپ و گل. یه گل زیبا. باز هم در متن این ضربه کسی نیست جز تاها مرتضوی که چهارمین گل خودش و هفتمین گل تیم شهروند رو به ثمر میرسونه و خودش رو در این فصل 21 گل میکنه. به سمت پدرش میره و یه خوشبشی هم با پدرش داره که در اون جایگاه همیشگی خودش نشسته. حساب کار حالا 7-4 میشه. حالا علتی که سعادتی چرا نیم اول بازی نکرد، حالا شاید شرط بدنی نداره یا مسئولیت داره. سعادتی هم زمانی که رأس بازی میکنه برای تیم ساری فوق العاده بازی میکنه. بازی خوبی رو در اون پست ازش دیدیم. و اینکه عرض میکردم
مرتضی عظیمایی این تایم با این سن و سال نزدیک 10 دقیقه از نیمه لیگ برتر رو تو زمین میمونه، نشون میده که این بازی نیاز به رأس خیلی حرفه‌ای و قابلیت بالا برای افس توپ داره و الان هم تعویضش رو با یه بازیکن رأس انجام داد. تیم مشهدی هم به نظر بدنی تعلیل رفتن به خاطر فشار زیادی که اول بازی آورده بودن. احساس من اینه که از نظر بدنی یه مقدار مشکل برخوردن. ممنونم از آقای اسخرزاده. برمیگردیم به بازی. قدرت بهادری صاحب توپ هست، به هر شکل توپ رو میرسونه به حسن دوست. حالا سارانی. آقای اسخرزاده یه جورایی در نیمه دوم میتونیم بگیم فرشارایی‌ها یه لحظه قافیه رو باختن. فقط همون دیه توپ ربایی و اون گلی که زده شد دیگه به خاطر صبوریه در دفاع کردن. از زمانی که شما دفاع میکنید صبوری میکنید. بله. شما الان همون صحنه هم که علی ابراهیمی توپ رو لو داد و قدرت بهادری گرفت، بلافاصله بعدش پا انداخت و اگه پا نمینداخت و فاصله شو بود مهاجم رو مهاجم رعایت میکرد. ما به بازیکنها میگیم همیشه در زمان دفاع باید صبور باشید. شما عکس العمل رو نشون بدید، عمل رو باید مهاجم نشون بده. و یا یه صحنه توی ضد حمله این سمت که مشهدی‌ها انجام داده بودن، محمد کرد بلافاصله عمل رو نشون داد و اون باعث شد که توپ از کنار تیر دو رد شد. بازیکن دفاع باید در این زمان یه مقدار صبوری به خرج بده. این صبوری و هماهنگی تاکتیکی در زمان دفاع به نظر من در نیمه دوم بیشتر توی سارویا دیده میشه تا مشهدی‌ها. ممنونم. خب برمیگردیم به بازی. جالبه یکی از تماشاگران میرفت توپ رو برای منتظر از جایگاه تماشاگران بندازه که توپ رو بالای حلقه بسکت اونجا گیر افتاد و صحنه جالبی بود که تماشاگران هم به وجد اومدن. خب حساب کار 7-4 هست برای تیم شهروند میزبان. سروری صاحب توپ هست برای بهادری. محسن زارعی رو هم به بازی آوردن. خب توپ به سارانی میرسه اما در بیرون از زمین. جواد منتظر باید آغازگر بازی باشه. ابراهیمی با سعادتی، خودش صاحب توپ هست. حالا بهادری، سارانی تو عرض حرکت، یه فرصت هست برای این بازیکن و باز هم دخالت خوب بازیکنان شهروند و کیایی که نهایتاً توپ میرسه به منتظر. آقای کنده بیشترین شوتش همین بازیکن شماره 15 سارانی زده. کنم تو هر نیمه بالای 8-9 تا شوت به سمت دروازه زده. موثرترش مالای بهادری بوده ولی شوت‌های بسیار قشنگی رو می‌زنن ایشون. سارانی حرکت تو عرض، بله حرکت تو عرض فوق‌العاده سری با راست و شوت‌های زیادی زده به سمت دروازه. خب خطایی رو مرتکب میشه. بهادری کاپیتان تیم فرشارا برای همشهری خودش علی ابراهیمی در تیم شهروند. و حالا باید تاها مرتضوی پشت این ضربه قرار بگیره. خود تاها یک ارسال فرسل و گل. گل این بار توسط علی ابراهیمی. خودش رو دو گله میکنه و شهروند رو به گل هشتم میرسونه. خیلی زیبا روی کارهای ایستگاهی دارن شهروندی ها برنامهشون رو اجرا میکنن. آقای اسخرزاده من فکر کنم اصلا برنامه خیلی خاصی داره آقای رعدی روی کارهای ایستگاهی و چهار گل نیمه بله. دوم فقط دیدیم که سه گلش از روی کرنر و ایستگاهی بوده. در نیمه اول یکی از گل‌ها بله یکی از گل‌ها ایستگاهی بوده. این زمین اختصاصش همین هست. ایستگاهی‌ها به نوع اصلا مورد استفاده بشه. منتهای مرات پاسوری که پشت توپ قرار میگیره و به عنوان سرور کار میکنه باید بازیکن باهوشی باشه و تایمینگ رعایت کنه. چون جابجایی بازیکن انجام میشه. تو گلی که در زمان کرنر زده شد و محمد طاهری پشت توپ قرار گرفت، طاهر مرتضوی و مرتضی عظیمایی دو بار چرخیدن و جابجا شدن تا توپ دست طاهر مرتضوی رسید. و این نشون میده که شما باید تو ایستگاه خیلی کار کرده باشی. یه فرصت دیگه برای ابراهیمی و توپی که در زاویه بسته برخورد میکنه به رحیمی و مجددا بعد از برخورد به ابراهیمی به بیرون میره. تا اینجا تفکرات آقای رعدی به خوبی در اجرای نقشه‌ای که داشته در قالب کارهای تاکتیکی و تیمی جواب داد و 8-4 پیش افتاده از تیم فرشارای مشهد. دیداری از هفته 22 رقابت‌های لیگ برتر فوتسال. امروز تأسیسات میزبان یاسین پیشروی قم بود. حفاری عواز با مس سنگون، دبیری با تراتوسه الوند قزوی، گیتی پزن میزبان آذرخش هست. مقاومت البرز با دانشگاه آزاد و لبنیات ارجن شیراز هم با شهرداری ساوه. یه خطا هم برای فرشارایی‌ها اعلام شد. حالا یه فرصت و خروج به موقع سید جواد منتظر.
یه برخوردم داشت با بازیکن خودی که درست اگر اشتباه نکنم کف پای مسعود سعادتی روی رون پای او قرار گرفت. آقای کلانتری، بین دو نیمه صحبتی داشتیم در مورد عملکرد تیم ساری در فصول گذشته. وقتی شما بازی رو نگاه میکنی و احساس میکنی که تدبیری پشت این بازی هست و بازیکن‌ها اون رو اجرا میکنن، شاید نمیتونیم بگیم فصل گذشته مربی دیگه این تدبیر و این هماهنگی رو نداشتن، این که توی زمین به چند درصد اون تمریناتی که انجام میدیم بتونیم انجام عملش کنیم، عملیش کنیم و مردم ببینن و در زمان بازی استفاده کنیم، این خیلی مهمه که الان میبینیم منطقی پشت حرکات تیم ساری هست و این نشون میده که اون شرایط ایجاد شده در زمان تمرین. تمرین نزدیک به زمین رو روز بازی باشه شما میتونین کار انجام بدید و این اتفاق داره الان تو تیم ساری میفته. ممنونم. خب آقای مرتضی حسین عظیمی سنگربان دوم خودش رو به جای رحیمی به درون دروازه آورده. حساب کار 8-4 هست در فاصله 6:53 به پایان این دیدار. شریف زاده که در نیمه دوم اصلا به بازی نیومده بود حالا به بازی میاد، در نیمه اولم کمتر استفاده شد ازش. یه توپ رو با یک لحظه سعادتی میرفت دخالت کنه و خطری دیگر رو ایجاد کنه. سعید سروری، شریف زاده، ارتباط رو تا مرتضوی قطع کرد، نذاشت اسدی به توپ برسه. حالا یک ضربه اوت رو به دست میاره. تاها مرتضوی یکی از چهره های خوب تیم شهروند در این دیدار و در این فصل. عظیمی، بهادری، شریف زاده، سعید سروری، بازیکن شش گله فرش آرایی ها در این فصل. دیدار رفت رو خدمت رو عرض کردم، شش تو فرشار رو به سود خودش به پایان رسوند. بازی که محمد طاهری هر دو گل شهروند رو به ثمر رسوند و برای فرشار هم شریف زاده دو گل، احمدنیا از عدی خزایی و سروری هم گل های فرشار رو به ثمر رسونده بودن. اگه یک نگاهی هم به بازی های دو تیم در فصل های گذشته بندازیم، در فصل 93 دیدار رفت در ساری 1-1 شد و در مشهد دو تیم به تساوی 4-4 رسیدن. در فصل گذشته در مشهد 4-4 شدن اما در ساری شهروندی ها 3-2 به پیروزی رسیدن و حالا در این فصل 6-2 دیدار رفت رو شهروند واگذار کرد در مشهد و حالا در دیدار برگشت 8-4 در فاصله 5:47 به پایان این دیدار پیش است از مهمان خودش. شهروندی‌ها هفته گذشته در ساوه مقابل شهرداری ساوه شکست سنگین 9-3 رو پذیرا شدن، در حالی که فرشارا 6-3 مقاومت البرز رو از پیش رو برداشته بود. دخالت کیایی در هفته 23 هم باید پنجشنبه آینده 28 بهمن ماه فرشارا در مشهد میزبان لبنیات ارژن شیراز باشه و شهروند هم باید در تهران به مسافه دانشگاه آزاد بره. بهادری، یه حرکت تو عرض، ضربه‌ای که میزنه شریف زاده و دخالت سعادتی رو به همراه داره تا نهایتا ضربه کرنر به دست بیاد برای تیم فرشارا. عظیمی مجدداً به بازی اومد. تاها مرتضوی، عظیمی، کیایی، فرصت برای عظیمی و ضربه که برگشت میده عظیمی. ضربه مرتضی عظیمی و عکس‌العمل دیدنیه. حسین عظیمی سنگربان فرشارا که اجازه نداد برای نهمین بار دروازه باز بشه، در حالی که تاها مرتضوی هم در موقعیت خوبی بود برای دریافت پاس. باز هم یه توپ ربایی، یک بار یه تاها و ضربه خطرناک، مزد بقا مسعود سعادتی هست که فنی ضربش رو زد اما توپ به این شکل عظیمی توپ ربایی رو انجام داد با یه پاس به بیرون و حرکت سعادتی که از کنار دروازه توپ به بیرون رفت. همچنان 8-4 بهادری، شریف زاده، آقای اسخرزاده. من فکر کنم آقای ردی خیلی خوب فرشارا رو
آنالیز کرد با توجه به روندی که از شهروند به خصوص در نیمه دوم دیدیم؟ دقایقی از بازی رو تیم شهروند در بالا بازی میکنه، زمانی که مالکیت توپ خیلی قاطع نیست برای مشهدی ها، یعنی کنترل ناجوری دارند یا هماهنگی تیمی ندارن، شهروند بالا بازی میکنه. ولی وقتی شروع بازی میشه دوباره شهروند برمیگرده تو نیمه و پوشش های دو بازیکن عقب خیلی مهمه برای دبل کردن. چند باری که میبینیم بازیکن ها دبل ببینن فاصله های دور مجبورن شوت بزنن، وقتی دبل ها انجام بشه از فاصله های با دور، الان قدرت بهادری اومده پای مخالف، قطعا یکی مثل قدرت بهادری قطع به داخل خواهد زد، 90% حرکات به داخله و اینجا نقش پیوت خیلی مهمه برای بستن تو درها و زاویه شوت. بهادری صاحب توپ هست، اجازه کار رو نمیدن. عزیمایی، سعادتی و ضربه‌ای که با دخالت سارانی به بیرون میره. پاور پلی رو در دستور کار قرار داده فرشارا و یک لحظه توپ رو با یه بازیکنان شهروند و ضربه سعادتی به این شکل میرفت دروازه رو باز کنه که سارانی اجازه نداد. ضربه کورنر برای تیم شهروند. کیایی، عزیمایی منتظر برای تاها، یه پاس به بیرون، عزیمایی فرصت، همچنان صاحب توپ هست و یک لحظه توپ رو از دست داد. آیا کلا یه بحثی هست در مورد اینکه آیا تو این زمین پاور پلی انجام بشه یا نشه؟ هیچ جواب مطلقی وجود نداره که آقا پاور پلی بشه پاور پلی نشه. اون مطلبی که عرض کردم، پای مخالف قدرت بهادری برای پاور پلی، بعضی مربیان این ریسک رو میکنن به خاطر فضای کوچیکی که توی سید رسول وجود داره. بالاخره این پاور پلی یه مدت بازی در مجموع بازی ریسکیه، ولی توی زمین دیگه خیلی ریسکیه به خاطر اینکه فضاها خیلی کمه، فاصله ها مثل زمین های بزرگ نیست. ولی بعضی بازی با مربی ها میبینید، آقای مرتضایی که مربی نیست، ایشون این کار رو استفاده میکنه تو این زمین و اگر هم انجام ندی نمیتونیم خورده بگیم مربی چرا این کار انجام نشده، ولی ریسک بسیار بالایی داره. خب من فکر کنم دیگه چون آقای مرتضایی چیزی برای از دست دادن نداره دیگه، رو آورده به این روش و بعد هم ستوب میکنن کمتر گل. دقیقاً 2:44 به پایان بازی زمان باقی مونده. خب یه خطای دیگه اعلام میشه، سومی خطای تیمی شهروندی ها بوده یا دومی خطای تیمی؟ در شکل توپ در اختیار بازیکنان فرشارا هست. سارانی، هادی احمدی رو به عنوان بازیکن پنجم جلو آوردن در سیستم پاور پلی یا پنج نفره تا بتونن با حفظ توپ بیشتر و صاحب توپ بیشتر از موقعیت ها استفاده کنم برای کم کردن فاصله. سارانی، بهادری، زمان به سرعت برای فرش آرای مشهد و به کندی برای شهروند در حال سپری شدن هست. یک بار دیگه احمدی، سارانی تو عرض حرکت میکنه، بهادری، باز هم احمدی، یک ضربه به بیرون، فرصت برای شریف زاده و دخالت خوب سعید بلباسی که حالا حضور به موقعش نشون میده. بهادری، باز هم بهادری در یک رفت و برگشت. سارانی در مقابلش بلباسی، شریف زاده، بهادری، 1:25 شریف زاده، یک ضربه خطرناک با روی پا که توپش به بیرون میره. شماره 7 رو هم به بازی آورد آقای مرتضایی مجید خزایی، بازیکن اهل کرج که در مقاومت البرز هم سابقه بازی رو داشته. سید جواد منتظر برای عزیمایی، توپ رو به خوبی نگه میداره و اعتقادی به خطا نداره. سارانی حرکت میکنه، یک ضربه و توپ رو برگشت میده سید جواد منتظر. باز هم مرتضی عزیمایی، کیایی به خوبی عزیمایی رو صاحب توپ میکنه، حالا سعی میکنه از زمان مالکیت توپ به خوبی استفاده کنن. عزیمایی، دخالت خزایی باعث میشه که تو به خود عزیمایی برخورد کنه و به بیرون بره. 59 ثانیه.
رحمان سارانی، مجددن خزایی، احمدی، بهادری، یه فرصت و توپی که به بیرون میره. حالا سریعا کار رو آغاز خواهد کرد. خب توپ رو در محوطه شروع کرد، منتظر که داور اعلام میکنه مجددن باید کار رو آغاز کنن. سالوز پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی رو هم خدمت همه شما هموطنان عزیزم تبریک عرض میکنم و وعده ما و جامعه ورزش فردا در راهپیمایی عظیم و شکوهمند ساروز پیروزی انقلاب 22 بهمن ما. تشکر از مجموعه مدیریتی دنیای آرزو که الحق و انصاف با برنامه ریزی درست امسال تمامی بازی های شهروند و والیبال عمران ساری رو به صورت پخش زنده همکاری کردن و تونستیم به صورت زنده این دیدارها رو تقدیم حضور شما بینندگان عزیز کنیم. خب 10 ثانیه به پایان این دیدار زمان باقی مونده. آقای اصغرزاده اگر صحبت‌های خاصی هست بفرمایید که انشاءالله دیگه در پایان از بینندگان عزیزم خداحافظی کنیم. باید بگم که بینندگان که این بازی رو دیدن یک بازی خوب دیدن. تیم مشهد تیم بسیار با شخصیتیه، ما علی‌رغم اینکه گل هم عقب بودن نکته غیر فنی اصلا از این تیم ندیدیم، کاملا فوتسال بازی میکنن بدون از هر مسئله حاشیه‌ای و حتی بازی رو هم باختن اخلاق و رفتارشون بسیار خوب بود. خوشحالیم از اینکه بازی خوبی رو دیدیم، تبریک میگیم به مردم ساری و تیم خوب ساری. ممنونم از شما و...